که هیچ چشم انداز و هیچ تصوری از این که بعدش چی میشه و چه کسی هست که این رو نجات بده و چه کسی هست که این رو دوباره احیا کنه و چه کسی هست که این رو سرپا کنه نداره. این موقعی بود که ما هیچ اشرافی شناختی از جزئیات و اوضاع هم نداشتیم، هیچ میدونستیم مسعود رجوی هست که زندان هست ولی چه نقشی میتونه ایفا کنه، چه کار میتونه بکنه، شرایط چه اجازه رو میده در دوران دیکتاتوری مطلقه شاه، چون این همزمان بود واقعی اپورتونیستی در سال 53-54 همزمان بود با وقتی که شاه هم در واقع ادعای در واقع الوهیت میکرد دیگه، در اوج قدر قدرتی شاه وقتی که همه یادشون هست در پایان سال 1353 بعد از اینکه شاه در الجزایر در الجزیره قرارداد صلح با دولت عراق با صدام حسین به عنوان نخست وزیر عراق در اون موقع امضا کرد و توافق الجزایر رو به اصطلاح بستند و هم اون رادیوهایی که در حد مختصر اون روزگار صدایی رو به مردم میرسوندن، به جوان ها میرسوندن، به دانشجو ها میرسوندن خاموش شد در پایان سال در اسفند 1353 و بعد هم در اوائل 54 شاه با قرار قدرتی تمام احزاب همون دستشانده خودش رو در اون زمان منحل کرد و همه که تبدیل کرد به حزب رستاخیز. خودش میگفت ما دیگه الان یکی از پنج قدرت بزرگ دنیا هستیم و شاه ابد مدت مینمود در اون شرایط که البته اون شرایط بی‌تأثیر از همین ضربات مهلک و جانکاهی که سازمان مجاهدین به دلیل ضربه اپورتونیست خودمون نبود، یک اونها هم یک اطمینان خاطرهایی به شاه میداد.